درس دوم ملیت الدرس الثاني الجنسية الجنسية امروز می‌خواهیم درباره ملیت افراد صحبت کنیم، یعنی اهل کجا هستند و کجا زندگی می‌کنند. نريد اليوم أن نتحدث عن جنسية الأفراد، يعني من أين هم وأين يعيشون. ملیت اسم کشور به اضافه یه. برای مثال ایران به اضافه یه ای شود ایرانی. الجنسية اسم البلد زائد ياء، مثلا إيران، إيران، إيراني. شما أهل کجا هستید؟ شما کجا زندگی می کنید؟ من أين أنت؟ من أين أنت؟ أين تعيش؟ أين تعيش؟ من أهل إيران هستم یا من ایرانی هستم. من در ایران زندگی می کنم. انا ایرانی، انا ایرانی، للمذکر. انا ایرانی، انا ایرانی، للمؤنث. انا اعیش فی ایران، انا اعیش فی ایران. او اهل آلمان است، آلمانی است. هو آلمانی، هو آلمانی، مذکر. هی آلمانیه، هی آلمانیه، مؤنث. ما اهل سودان هستیم، ما سودانی هستیم. نحن سودانیون، نحن سودانیون. آنها اهل مکزیک هستند، آنها مکزیکی هستند. هم مکزیکیون، هم مکزیکیون. ایران به اضافه یه می شود ایرانی. ایران زائد یه ایرانی. برزیل به اضافه یه برزیلی. برازیل زائد یا برازیلی. هند به اضافه یه هندی. هند زائد یا هندی. چین به اضافه یه چینی. صین زائد یا صینی. ژاپن به اضافه یه ژاپنی. یابان زائد یه یابانی. نکته اول، اگر آخر اسم کشوری به آ یا به واو ختم شود، به جای اضافه کردن یه پسوند یی اضافه می کنیم. مثال آفریقا به اضافه ی آفریقایی. آمریکا به اضافه ی آمریکایی. ایتالیا به اضافه ی ایتالیایی. پرو به اضافه ی پرویی. الملاحظة الأولى في اللغة الفارسية، إذا انتهى اسم البلد بألف أو بواو نضيف يا أين بدلا من ياء واحدة. نکته دوم، اگر آخر اسم کشوری ه بود، به جای اضافه کردن ی از پسوند ای استفاده می کنیم. مثال ترکیه به اضافه ای ترکیه ای. روسیه
به اضافه ای روسیه ای. الملاحظة الثانية: إذا انتهى اسم البلد بهاء فإننا نضيف ألف ياء بدلا من إضافة ياء فقط. نکته سوم: اگر آخر اسم کشوری ی بود، به جای اضافه کردن ی از پسوند ای استفاده می کنیم. مثال: شیلی به اضافه ای شیلیایی، آلبانی به اضافه ای آلبانیایی. الملاحظة الثالثة: إذا انتهى اسم البلد بياء فإننا نضيف ألف ياء ياء بدلا من إضافة ياء فقط.